الله سبحان الله الله حمدا لله 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 الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک. به نام پروردگار جهانیان. سلام نازنین همراهان به وقت بیداری، به گفتگوی امشب خوش آمدید. تبریک عرض میکنیم به یکایک شما مؤمنان عزیز رسیدن ماه شوال و عید سعید فطر. شما که ماه خدا را پشت سر گذاشتید، یک ماه عبادت و بندگی، یک ماه روزداری گوارای وجودتان باشه. انشالله که در این روزها که به همدیگه تبریک عرض میکنید، به همدیگه بالاخره احوال پرسی هایتان حال و هوای دیگری داره، حال و هوای خدایی داره، ما را هم از یاد خودتان فراموش نکنید. با شما هستیم به وقت بیداری در یک شنبه شب دیگر و با افتخار امشب میزبان جناب استاد موسوی، چهره آشنای این رسانه هستیم. سلام علیکم استاد، خوش آمدین، تبریک. سلام علیکم و رحمت الله محضر شما و همه بینندگان عزیز. عرض درود و سلام و احترام و عرض تبریک داریم. خدا انشاءالله که همه ماها را در این ایام قدردان این روزهای بسیار زیبا و پر از خیر و برکت و شادی قرار بده انشاءالله. بسیار تشکر استاد عزیز، امشب هم افتخار دارم بنده میزبان شما باشم در این برنامه همراه عزیزان. انشاءالله خدمتتون. در ادامه سلسله مباحث تدبر در قرآن کریم و خصوصیات جوان مؤمن و متقی از منظر قرآن کریم، شبهای زیادی در خدمت شما بودیم و امشب هم انشاءالله در ادامه مباحث از شما استاد عزیز نکات ارزشمندی را خواهیم شنید. اما قبل از این ذکر یک نکته ضروری است که از اونجایی که ما به تازگی ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم، لحظات نورانی و پر از روحانیت این ماه، همه عزیزان هم بالاخره با قرآن مأنوس بودن و همچنان در محضر قرآن هستیم و حضرت عالی ویژگی های بسیار مهمی را سوره فرقان آیات 63 به بعد فرمودید در مورد توحیدگرایی یک جوان مؤمن، در مورد در واقع دور از قتل و خونریزی یک جوان مؤمن، دور از در واقع بسیاری از صفات ناپسندی که ما برای بسیاری از افراد معمولا ناپسند ما به یاد داریم. میخواییم امشب هم یاد بگیریم استاد از شما و انشاءالله که برنامه امشب هم مورد پسند ایزا باقی شد. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب فرمایش شما کاملا به جا و متین، مخصوصا در این قسمت که به هر حال ما در ماه رحمت و مغفرت الهی با توفیقاتی که خدای تبارک و تعالی به همه مؤمنین عنایت فرمود، دستاوردهای بسیاری از لحاظ معنوی به دست آوردیم و از همه چیز مهمتر حفظ این دستاوردهای معنوی ماه رمضان بعد از ماه رمضان. بله. در حقیقت ما در ماه رمضان وجود و روح ما پالایش شده و به تعبیر دقیق‌تر شارژ شده که قراره تا یک سال دیگه ما رو انشالله تأمین بکنه از لحاظ معنویت، و ما همیشه حضور خدای تبارک و تعالی و رحمت‌های ویژه خدا رو در زندگی خودمون حس بکنیم، احساس کنیم. خب کی این اتفاق میفته؟ زمانی که ما این دستاوردهای مهم رو از دست ندیم. از جمله اون دستاوردها پاکی دل ما بوده، نزدیک شدن قلب ما به خداوند متعال، انس ما با این کتاب وحیانی که قرآن کریم باشد. اینا دستاوردهای بسیار مهمیه که باید انشاءالله داشته باشیم در این ماه مبارک رمضان. خب اون مباحثی هم که مطرح کردیم در ذیل جلسات متعدد، همش به خاطر همین بود که ما بیایم یک شخصیت قرآنی برای خودمون طراحی بکنیم، ببینیم قرآن کریم چی ویژگی هایی را به عنوان ویژگی ها و صفات یک جوان مؤمن، یک انسان برجسته در قرآن کریم مطرح کرده است، تا اونا رو کم کم در وجود خودمون نهادینه بکنیم و ایجاد کنیم.
در واقع از آیات قرآن کریم معیار خواهد بود برای ما در زندگی های ما که قطعا همینجوری اگر به این سمت حرکت بکنیم انشاءالله زندگی ایدئال به عنوان یک مؤمن و یک جوان مؤمن و متقی انشاءالله خواهیم داشت. همینطوره، زندگی آرامش بخش به اعتقاد ما فقط به فقط در سایه این کتاب هدایت میسره. هر چقدر ما تعالیم قرآن رو بیشتر در زندگی خودمون پیاده بکنیم، ولو این که یک زندگی خیلی از لحاظ اقتصادی پایینی داشته باشیم، اما از لحاظ عیار ایمان و آرامش یک زندگی بسیار متعالی خواهیم داشت اگر با قرآن باشیم، اگر با اطرد و اهل بیت علیهم السلام باشیم. در جلسات قبل برخی از ویژگی های انسان مؤمن و متقی را از نگاه قرآن کریم عرض کردیم که در سوره مبارکه فرقان یکی از صفات این بود که جوان متقی ارتباط درست با آفریننده این عالم هستی دارد، یعنی تلقی درست، برداشت درست، تفکر درست نسبت به خدا. و تفکر درست نسبت به خدا همون چیزی است که تمام انبیای الهی به خاطر اینکه اون تفکر صحیح را به بشریت عرضه بکند مبعوث شده. یعنی اینکه از شرک و از چند تا پرستی، از بت پرستی و از اباحه‌گری نجات پیدا کند، به دامن خدا، به دامن معنویت انسان بپیوندد. تمام انبیای الهی خلاصه تعالیمشون توحید بود و اصول دینی که ما بهش معترفیم. جوان مؤمن از نگاه قرآن کسیه که والذین لا يدعون مع الله اله آخر، غیر از خدا هیچ کسی دیگری رو معبود خودش نمیداند، یعنی شایسته پرستش نمیداند. این ویژگی جوان مؤمنه. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، هیچ وقت دست جوان مؤمن به خون دیگران آلوده نمیشه. داخل پرانتز عرض کردیم در همون جلسه که ببینید شعار اسلام و قرآن این است که مؤمن واقعی کسیه که از خونریزی و قتل و قتال بدور است. بله. بعد حالا بیا مثلا ببین دشمنان دین و قرآن رو که متهم میکنن دین ما رو به این که اینا یک دین خشنیه، چه خوشونتی. بله. دین اسلام افتخار یک انسان مؤمن و متقی رو این میداند که دستش به خون کسی دیگری آلوده نیست. بله، الا بالحق داره. لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، یعنی بعضی موارد باید طرفی که جنایت کرده، جنایتکار، جنایات جنگی داره، باید قصاص بشه. تمام اقلای عالم این رو قبول داره، باید در مقابل خونی که ریخته خونش ریخته بشه تا جامعه و لکن فی القصاص حیاتون، در قصاص حیات است. یعنی اگر این قتل و قصاصی که بر اساس حق به دستور قرآن و به دستور مجریان واقعی قرآن که اهل بیت اسمند و طهارت در زمان حضور و در دوران غیبت فقهای جامعه و شرایط هست انجام نگیرد، جامعه روز به روز امنیتش تضعیف میشه، روز به روز امنیتش تضعیف میشه. دیدن شاید در یک تیکه فیلم کمی چند شب پیش منتشر شد، دو نفر از این قانونگذاران هندی رو یک نفری با ارسونم در یک ثانیه دو ثانیه به قتل رساند، در حالی که دوروبرش هم همه مثلا محافظین حضور داشت. خب اگر در جامعه قصاص نباشه از اینم وحشی‌تر میشه. هر فردی ممکن است کسی رو بکشه بگه بله دیگه آزادی، که آزادی به این معنا که در جنگل هم کسی قبول نداره. به هر حال این یکی از ویژگی‌ها بود که قبلا گذشت. یکی دیگر از ویژگی‌های جوان متقین بود که ولا یزنون، یعنی جوان مؤمن کسیه که هم مواظب پاکدامنی خودش هست، هم مواظب پاکدامنی و عفت عمومی جامعه است. بله. ما برای جامعه یک شخصیتی جدای از شخصیت فرد قائلیم. تازه در مورد این بحث از لحاظ علمی که آیا جامعه اصالت دارد یا فرد اصالت دارد، ما اگر اصالت جامعه را قبول نکنیم، یک شخصیت جدای از شخصیت فرد و عرض کنم یک عنوانی برای جامعه قائلیم و برای این جامعه عفت عمومی قائلیم. اگر کسی اهل کار زشته، او در خانه خودش هر طوری که رفتار کرده بیرون حق ندارد، ولی جوان مؤمن از نگاه قرآن کسیه، متقی کسیست که هم
مواظب پاکدامنی فردی خودش هست، هم مواظب حفظ عفت عمومی جامعه است. والذین لا یزنون، این لا یزنون آخرشه. بله. بعد میفرماید و من یفعل ذلک یلقى عصاما، اگر کسی در جامعه اسلامی دچار این لغزش های اجتماعی بشه که بخواد منادی شرک بشود، یا خدایی نکرده دست به خونی کسی آلوده کند، و یا آن که عفت جنسی جامعه، پاکدامنی مردم رو زیر سوال ببرد، این در دنیا و آخرت عذاب میشه. بله. در دنیا ذلیلانه باید زندگی بکند، در آخرت میفرماید یوزا افله العذاب یوم القیامت و یخلط فیه مهانا، روز قیامت هم به صورت جاویدان در آتش میسوزه. بله، بسیار تشکر. صفت بعدی، به نظرم با این مقدمه که حضرت عالی فرمودید، حتی کسانی که بالاخره همراه ما نبودن و ما توفیق نداشتیم همراه ایشان با خودمان بالاخره دهی برنامه داشته باشیم، آنها هم در جریان بحث قرار گرفتن و انشالله در بخش بعد، بعد از دیدن یک میان برنامه، ادامه بحثه که انشالله در ادامه آیات این سوره هست از شما خواهیم شنید. انشالله با شما هستیم، با به وقت بیداریم. عید صیام آمد و ماه صیام رفت، لطف تمام آمد و فیض تمام رفت، شب عید فطر و لطف خدا باز تازه شد، گرد غم گناه ز جان عوام رفت، حلول ماه عید و شادی مسلمین است، پایان ماه روزه برای صائمین است، نشاط و افتخار و شادی و سربلندی از محک الهی برای مؤمنین است، عید فطر است و دلم غرق تماشاست، عید فطر است و دلم غرق تماشاست، یاد آن ماه عزیزی که به حق اوج تمناست، سائل درگه عشقم که امید است بران، هرچه طالب شوم از او همان لحظه مهیاست، رمضان سایه مهر از سر ما می گیرد، بال رفعت که فرو داشت فرا می گیرد، چون نگیرد دلم از رفتن ماه شب قدر، که خدا سایه مهر از سر ما می گیرد، تقدیم درود و احترام به فراوان محضر یکایک شما خوبان همراه. پل ارتباطی برنامه را در این لحظه خدمت شما عزیزان یادآوری میکنیم تا اگر پیامی دارید که دوست دارید با ما به اشتراک بگذارین از این طریق استفاده کنید. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما عزیزان هست. اگر تشکری از اساتید محترم دارین، انتقادی از بنده و یا همکارانم دارین، پیشنهادهایی دارین در مورد بهتر شدن برنامه ها و مخصوصا این برنامه، برنامه به وقت بیداری، میتوانید از این طریق با ما به اشتراک بگذارید. باز هم تبریک عرض میکنیم عید سعید فطر محضر شما خوبان. جناب استاد موسوی عزیز، در ادامه بس در خدمت شما هستیم. مقدمه ای که در بخش اول فرمودید و ادامه بس. بله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض کردیم که در دین ما پاکی و طهارت یک انسان و اینکه آلوده به گناه نشود بسیار اهمیت داره. الان که الحمدلله ماه رمضان سپری شده، قطعا عزیزان از سه شب قدر یک شب قدر درک کرده. بله. شاید هم هر سه شب قدر رو، و بلکه تمام ماه رمضان خودش به یک معنا مثل شب قدر با ارزشه. خب، دستاوردهای مهم ما داشتیم، تقوای خودمون رو تقویت کردیم که قرآن کریم میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این روزداری رو بر شما واجب کردیم تا شاید به این گوهر گرانبهای تقوا برسید. حالا که این گوهر گرانبهای تقوا رو عزیزانمون، بینندگان عزیز به دست آورده،
در حفظ و پاسداریش باید نهایت تلاش و کوشش رو داشته باشیم. استاد و... شاید اشتباهی که بنده من جسارت نمی کنم خدمت همراهان فکر میکنیم که ماه رمضان گذشت تمام شد، یک ماه روزه‌داری تمام شد و گاهی اوقات حتی از عبارتی دیگر راحت شدیم هم استفاده میکنیم و واقعا کم دستاوردی نداریم، دست کم نگیریم. بله احسنتون. این چیزی که خداوند به ما لطف کرد و مانند صحابی از کنار ما گذشت و من فکر میکنم که بعد از این تازه مسئولیت ما شروع میشه. بله پیامبر اسلام هم فرمودن که لو علم الناس ما فی رمضان لودوا ان یکون رمضان سنه، اگر مردم میدانستن که در ماه رمضان چقدر رحمت ها و برکات الهی وجود دارد هر آینه دوست می‌داشتن که تمام سال ماه رمضان می‌بود. بله یک سری خب گرسنگی‌ها و تشنگی‌هایی وجود دارد که جسم ما از اونها آزار می‌بینه، اما حقیقتش اینه که روح انسان روز به روز قدرت پیدا می‌کنه و این یک ریاضت شرعی است که انسان به خودش میده روزه‌داری. لذا فرمودن که مقید بودن خیلیا که بعد از روز عید فطر 7 روز بدرقه می‌کردن ماه رمضان رو. داریم بین همین مؤمنین همین الان هم داریم که به صرف این که ماه رمضان تمام میشه روز عید که روزه گرفتن حرام، از بعدش باز 7 روز بدرقه میکنه. بله. یعنی 7 روز روزه میگیره، روزه مستحبی، تا اینی که نشان بده که خدایا ما از اون دستور تو هیچ وقت ملول و ناراحت نیستیم بلکه خوشحالیم. به هر حال در این آیات داشتیم صفات و ویژگی های مؤمن و متقی رو بیان میکردیم. در سوره مبارکه آل عمران هم همین مباحث آیه 131 تقریبا مطرح شده. در اون آیه که می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سرعت بگیرید به سوی اسباب مغفرت الهی و بهشتی که از این ناحیه از این طریق به دست میاد که عرضها السماوات والارض، اینو ما نمیفهمیم یعنی گستره بهشت و سهم بهشت هر مؤمن اونقدر وسیع است که در این آیه شریفه در سوره مبارکه آل عمران خداوند متعال میفرماید عرض و هست سماوات و الارض، عرض و گستره بهشت هر فرد مؤمن مثل تمام آسمان ها و این زمینه. ما اینا رو تصورش برای ما خیلی سخته، اما چیزیه که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم به صراحت بیان کرده. لذا آیه 133 از سوره مبارکه آل عمران اینجا بعد می‌فرماید که عرض و هست سماوات و الارض اعدت للمتقین، این آماده شده برای متقین. چی؟ چون این بهشتی که انسان احساس می‌کند سهم این یک فرد بیشتر است از تمام آسمان‌ها و زمین، برای یک مؤمن و متقی خداوند اینو وعده داده، اعدت آماده کرده برای یک مؤمن. خب کی هست حالا متقی؟ وعید للمتقین، آدم متقی و پرهیزکار کیه؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، ویژگی های یک جوان متقی و یک مؤمن از نگاه قرآن. متقین کسانی هست که از بندگان خدا غافل نیست. اینو ده ها باشه تأکید کردیم که یکی از راه های رشد معنوی انسان و در حقیقت حفظ دستاوردهای ماه مبارک رمضان این است که انسان از عیال الله، از خلق الله، از بندگان خدا غافل نشه. بینندگان عزیز، شما شاید در ایام عید هزینه های زیادی به عنوان عیدی پرداخت میکنید، خدا خیرتون بده، بایدم باشه که این ارزش ها حفظ بشه، اما از نیازمندان فراموش نکنید. کمترین چیزی که باید حتما در نظر باشه فطریه رو به موقع پرداخت کنید. عزیزانی که تا حالا فطریهشون رو پرداخت نکردن سریع همین الانی که بنده دارم صحبت میکنم در نظر بگیره که آقا برای هر فردی یک سا، بله. یعنی عرض کنم خدمتون که تقریبا 3 کیلو 3 تا 750 گرم گندم یا نان یا هر چیزی که طعام حساب بشه، برنج، هر کسی در هر جایی که زندگی میکنه بر اساس قوت غالب همون شهر باید فطریه کنار بذاره. خب این فطریه ها رو باید به دست فقیر برسانید. اینطوری نمیشه که شما رو مثلا کنار بگذاری
و بعد بگه حالا ما فطریه جدا کردم، جدا بله. کردن فایده نداره. گاهی شده البته این مؤمنینی که اعتقادم داره مثلا نزدیک ماه رمضان سال بعد بوده یک پولی را آورده برای ما که آقا جواب ببخشید آقای شیخ، میگم بله، میگه همین فطریه پارسال بوده اینو شما به کسی بدید، یک سال گذشته. حالا کجا بودی؟ در حالی که روایت میگه که ثواب روزه انسان معلق بین آسمان و زمین میماند تا زمانی که زکات فطریه رو پرداخت کنه. این نگاه نگاه بسیار زیبایی است. بله. این دقت کنید که دین ما چقدر هوای خلق الله رو داره. اون هم در این روزها که سراسر بلاد اسلامی سراسر شادی و فرح است. بله. بخاطر عید سید فطر. اولین کاری که میگم میخوای روزت قبول بشه. بله. اینه که دست این فقیر رو بگیر. هر فردی که در خانواده شما زندگی میکنه در مقابل هر فرد شما سرانه باید یک سا تعام به فقیر پرداخت کنی، یک سا تعام باید به فقیر پرداخت کنی. این لذا اینجا میفرماید که ينفقون فی السراء و الضراء، انفاق میکنن به نیازمندان در وقتی که اینا پول دارن و در وقتی که تنگ دستن. اونایی که پول دارن به اندازه خودشون، اونایی که تنگ دستن به اندازه خودشان. نباید این رسم از جامعه از بین بره که کسی به یاد فقرا نباشه. نباید این آموزه قرآنی از ذهن ما پاک شود. باید به یاد فقرا باشیم تا خدا به یاد ما باشد. در حدیث شریف، در حدیث شریف قدسی هم هست که حضرت موسی عرض کرد به خدای تبارک و تعالی که الهی اورید و رحمته که خدایا من رحمت تو رو میخوام. ندا رسید که رحمت لمن رحم المساکین، رحمت من، رحمت های ویژه من برای کسی که به مساکین و نیازمندان رحم کنه. این یک ویژگی که اینجا آمد. بعد والکاظمین الغیظ که بسیار مناسبت داره با این ایام. متقی جوان قرآنی کسیه که کظم غیظ میکنه. کظم غیظ یعنی چی؟ یعنی اون آتش برافروخته شده خشم را فرو می‌خورد، فرو می‌نشاند. مثل که شما ببینید یک جای آتش روشن شده، اگر هی به او هیزم بریزی بیشتر میشه دیگه. اگر برعکس بیاری مثلا خاموش کنی با لوازمی که سبب میشه آتش خاموش بشه، با آبی، با عرض کنم از بین بردن اکسیژن، هر چیزی، خب این آتش از بین میره. اینجا میفرماید متقی کسیه که آتش خشم خودش را خاموش میکنه. کسی حرف زده خب کذب غیظ. والعافین عن الناس، مردم رو میبخشن. در مورد این یک روایت بسیار زیبایی نقل کردن که حیف هم میاد نگم. یکی از خدمتکاران امام حسین علیه السلام میگه اشتباه مرتکب شد. حضرت یک نگاه بهش انداخت، طرف احساس کرد که آقا رو ناراحت کرده. امام حسین علیه السلام. بله بله. تا دید که حضرت ناراحت میخواد بشه این آیه رو شروع کرد خواندن. بعد گفت که والذین ينفقون فی السراء والضراء، گفت به تو بخشیدم فلان چیز رو، یک چیزی با ارزش رو گفت بهت بخشیدم. حضرت فرمود. بعد گفت والکاظمین الغیظ، گفت خشمم رو هم فرو بردم، بهت کاری ندارم. و بعد ادامهش خواند والعافین عن الناس، حضرت فرمود در راه خدا آزادید کردم. عجب. با اینکه خدمتکار بود، قرار بود یک عمر برای حضرت خدمت بکنه، یعنی غلام و کنیز اون زمان اینطوری بود که عمری بود، عمرن باید خدمتکار می بود. حضرت به خاطر اینکه این آیات رو به موقع اون تعلیم یافته دست خود حضرت خواند، خیلی کیف کرد و به حرمت این آیات شریفه از اون فرد به صورت دوام دست برداشت، فرمود که آزادی، برو برای خود زندگی کن. اینجا میفرماید که والله یحب المحسنین، اینا کسانی هستند که احسان کننده واقعی است. احسان کننده واقعی، احسان به این نیست که حالا مثلا با منت و با هزار تا زحمت یک مبلغ پولی به کسی آدم بده. نه، احسان اینه که انسان بیاد کظم غیظ کند، مخصوصا در محیط زندگی مشترک و در خانواده. گاه وقت موضوع پیش میاد، انسان ناراحت میشه، خب اینجا جای کظم غیظه. چه کسی اولا و سزاوارتر از همسر انسان، از فرزندان انسان، که انسان نسبت به او کظم غیظ بکنه. گاهی وقت میشه که ما نسبت به کسانی که شاید از ما خیلی فاصله دارن به لحاظ نسبی، نسبت به اونا خیلی احترام رعایت میکنیم. بله. و کظم غیظ داریم، اما نسبت به خانواده خودمون نه، سریع اعمال خشم داریم به جای کظم غیظ. اتفاقی که از ویژگی هایی که از مؤمن متقی در واقع جامعه انتظار داره همین ویژگی هست. همین واقعا
یکی از تظاهرات ظاهری یک شخص مؤمن. یعنی باید میگه که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن واقعی کسیه که این شادی در چهرش دیده شود، غم و اندوه و عصبانیت و خشم و هر چی که داره در درونشه. بله. اینو اظهار نباید بکنه. دیگران رو حالش بد نکنیم دیگه. تو این ایام عید توجه کردین دید و بازدید میریم این آیات رو نسب العین بکنیم. اگر با کسی میانه خوبی نداریم اشکالی نداره، با ما نسبتی داره به دید و بازدید باید بریم. اگر به ما بد کرده این قرآن میفرماید که والعافین عن الناس، ببخشید. فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم، ببخشید دیگران رو، خطاهای دیگران رو فراموش کنید. آیا دوست ندارین که خدا خطاهای شما رو فراموش بکنه؟ تو این دید و بازدیدها اینو ان شاء الله مد نظر داشته باشید. داشته باشید. بسیار تشکر. سلام. با شما هستیم در بخش سوم. بزرگواری. سلام. لباس نو عید فطر بر شما مبارک باد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از همکاران بسیار محترم و نازنین در اتاق فرمان که با این میان برنامه زیبا برنامه رنگ و بوی دیگری دادن. تشکر میکنیم از همه عزیزان عوامل فنی که در طول ماه مبارک با توجه به روزداریشان سعی کردن برنامه هایی در خور شما عزیزان همراه تقدیم کنند. ما از طرف شما تشکری را اعلام میکنم خدمت ایشان. با شما هستیم با وقت بیداری. قبل از اینکه به محضر استاد برگردیم ادامه بحث بسیار مهم و شیرین من از آیات قرآن آیه 133 سوره آل عمران پی بگیریم، خدمت شما اعلام میکنم که شما این برنامه رو میتوانید در فضای مجازی هم دریافت کنید از طریق آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب با سرچ موضوعی برنامه های به وقت بیداری و دیگر برنامه های رسانه جهانی هادی میتوانید با آنها دسترسی داشته باشید. برنامه خودتان از این طریق دنبال کنید، دنبال کننده باشید و به اطرافیان محترمی که دوست دارن این قبیل برنامه ها را ببینند و استفاده کنند هم حتما پیشنهاد بدید. با شما هستیم و ادامه ویژگی های مؤمن و متقی از منظر قرآن کریم. استاد در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. همونطور که محضر بزرگواران آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران تلاوت کردیم، ما هیچ متنی به اتقان و استحکام این متن یعنی قرآن کریم و هیچ کتابی به صدق و راستی این کتاب سراغ نداریم. بله. فلذا اگر ما آیاتی از قرآن رو میخوانیم عزیزان با دقت گوش بدن، چرا که در قرآن میفرماید اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. حالا یک گروگانگیری هم هست در واقع که ما از بینندگان عزیز در حقیقت تحویل میکنیم که این بحث رو گوش کنه، چون بحث قرآنی آیات قرآنه. میگن مرحوم علامه هلی هنوز به سن بلوغ نرسیده بود که به مرحله اجتهاد رسیده بود. عجب. بله، ایشون قبل از بلوغ مجتهد شده بود و نابغه بود. یه عمویی داشته ایشون، عموش گاه وقت اینو دعوا میکرده، دنبالش که میکرده که وایستا که مثلا یکم به تعبیر ما گوشمالیش بده و اذیتش بکنه. حالا در خالب جدی یا شوخی مرحوم علامه سری آیه سجده رو میخونده. آیه سجده رو که میخونده، خب خودشون که به سن بلوغ نرسیده بود به این سجده واجب نبود، عمو تا سجده میکردی در رفته بود فرار میکرد. حالا ما هم با آیات قرآن بینندگان عزیز رو مجبور میکنیم که پای بس بنشینند و
بحث رو گوش کنن، چون میگم آیه قرآن میخوانیم، پس یک مقداری به ما هم توجه کنید، از این صحبت هایی که بین خودتون دارین کمتر کنید، به این آیات دقت بفرمایید. در این آیات صفات و ویژگی های انسان مؤمن و متقی رو خدای تبارک و تعالی بیان میکنه، بله، با این هدف که ما اینا رو در خودمون ایجاد کنیم. خدا که به تعبیر ما داستان سرا نیست، علیه بالله نمیخواد قصه برای ما بگه، قصه که ما بخوابیم با این قصه، نه، قصه ای که ما با این قصه زندگی کنیم، کتاب وجود خودمون رو تدوین کنیم. همه ما در حال کتابتیم، فرشته سمت راست و چپ ما اعمال ما رو می نویسد و ما با تصمیم ها، اراده ها و تفکر خودمون راهی که در پیش داریم رو ریل گذاری میکنیم و می نویسیم. در واقع برنامه زیبایی بدست. بله، اینجا می فرماید که مؤمنین اینایند، مؤمن واقعی اینه که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله. مؤمن اینه که اگرم خدای نکرده یک جایی اشتباهاً معصیتی ازش سر زد، که برای غیر معصوم کاملا طبیعیه، و ما ابرئ نفس ان النفس لاماره بالسوء، ممکنه جای خطای اشتباهی گناهی ازش سر بزنه. اینجا میفرماید اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله، سری به یاد خدا میفته. یعنی اگر جایی ما از طرف دشمن مبین که شیطان هست به زمین خوردیم، دیگه روی زمین نخوابیم که لهمون بکنه، بلکه باید بلند شویم، ذکر الله بیاد خدا بیفتیم، سریع استغفار کنیم. ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، وقت خدا را بیاد میآورد میگه خدا اشتباه کرده. همین رو خدا خیلی دوست داره. استاد شبای قدر تازه به پشت سر گذاشتیم و خیلی از عزیزان بالاخره در همون حال هواس هنوز، در حال و هوای توبه و استغفار، استغفارات و عبادت هایی که در شب قدر داشتیم. واقعا زیبا بود، قشنگ اشاره کردید. اینجا میفرماید که مؤمن واقعی اینه که خدا خلاصه از زندگیش حذف نمیشه، بلکه شیطان حذف میشود. گاهی اگر در زندگی مؤمن سرگ میکشه، سری جبران میکنه، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، برمیگرده به سوی خدا. این آیه خیلی آیه عاطفی است، اگر کسی به محتواش دقت کنه. میفرماید و من یغفر الذنوب الا الله، چی کسی میتونه گناهان بنده خودش رو، گناهان بندگان رو ببخشد مگر خدا؟ یعنی آغوش خدا جلوتر از هر کسی به روی بندش بازه. لذا میفرماید که خداوند تبارک و تعالی اون وقتی که یک مؤمنی و جوانی توبه میکند، اونقدر خوشحال میشود که بیشتر از خوشحالی اون طفلی که گرسنه است و به مادرش رسیده میخواد شیر بخوره. بله، اینقدر شایق است و دنبال اینه که این جوان توبه کنه. به خاطر همینه که میگه وقتی این گناه میکنه، تا فرشته سمت چپ میخواد بنویسه، سمت راست میگه ننویس، قرار بر این نبود که فورا بنویسی، صبر کن، شاید جبران کند، شاید ذکر الله فاستغفر لذنوبهم. خب تا 6 ساعت 7 ساعت نمینویسه، بعد از اونم که میبینه نه دیگه این غرق در غفلت و دیگه توبه نکرد و جبران نکرد، مینویسه، ولی یکی مینویسه. اما به محض که یک کار خیر انجام میده، همون لحظه 10 برابر فرشته سمت راست برش مینویسه. این دیگه نشان دهنده نهایت رحمت خداوند متعال. لذا آقا امیرالمومنین فرمود تعجب میکنم از کسی که یکتایی هاش بیشتر از 10 تایی هاشه، با اینکه این یکتایی ها یعنی گناه را 7 ساعت مهلت داده، مثلا 6 ساعت مهلت داده که برگرد. دین ما با این روش کسی رو تشویق به گناه نمیکنه، بلکه تشویق به این میکنه که جبران کن. اگه حق الناس ضایع کرده، راهش هست. مرد مؤمن، خانم محترم، چرا دست رو دست گذاشتی؟ چرا به عرض کنم امیدی و ورثه نشستی؟ خب لحظه آخر گذاشتی. بله، برو جبران کن. الان اگه ماشین کسی رو خش انداختی، نمیدونم از باغ کسی میوه برداشتی، یا عرض کنم پولی کسی رو بد شمردی طرف دامده، یا امانتی کسی فراموش شده دستت مونده، اینا رو برو جبران کن. خودش زنده بهش بده، بدون این که بگی که من برداشته بودم از مال تو، بگی هدیه مال شما، یا برو داخل خانهش بنداز. بله، یک طوری خود فارغ الذمه کن دیگه. در این آیات همین میفرماید فاستغفر لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی آغوشش بازتر از خداست به روی این بنده گناهکار. این روزا روزی این آیاته که ما با صله رحم، با اخلاق خوشی که به مردم نشان میدیم، با رفتار درستی که داریم، نشان بدیم که ما
84 سال رشد کردیم. 84 سال یعنی چی؟ یعنی یک شب قدر رو ما درک کردیم میشه 1000 ماه، حدود 84 سال. یک کسی که 84 سال پای درس استاد اخلاق نشسته با اون کسی که 0 کیلومتره، خب 0 کیلومتر تا 84 سال راه رفته فرق میکنه، باید فرقش مشهود باشه. اگر اخلاق بنده بعد از ماه رمضان مثل قبل از ماه رمضان بود، بدانید که شب قدر درک نکردم. لذا میفرماید که فاستغفر لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا. اینا اصرار ندارن بر گناهی که انجام دادن و هم یعلمون، میدانن و از روی علم ترک گناه میکنن، میدانن و از روی علم اصرار بر گناه ندارن. نه اینه که بیان خدایی نکرده از روی علم اصرار بر گناه بکنه. دو دقیقه پایینی بله. این دو دقیقه پایینی رو من شأن نزول همین آیه رو دوست دارم عرض بکنم به حضر عزیزان. در کتاب شریف وسایل الشیعه جلد 11 هم شأن نزول عجیبی از امام صادق علیه السلام در خصوص همین آیه 135 سوره مبارکه آل عمران نقل شده. اون شأن نزول اینه که وقت این آیه نازل شد ابلیس تمام دست اندرکاران خودش رو جمع کرد. ابلیس همون شیطان اصلیه، تمام زیر دستان خودش رو جمع کرد، رفت در یک بلندی صعود کرد در کوه ابو قبیس و ندا داد. این عالم اجنه و عالم شیاطین یا عالم خاصیه که ماها انسانهای معمولی درک نمی کنیم، اما معصوم و اولیای خدا میفهمن، میبینن، میدانن. انکار نکنین بینندگان عزیز، الان همه عالم عرض کنم خدمتون که صوت نمیدانم که امواج رادیو، امواج موبایل، الان در یک کسر ثانیه شما یک فیلم را از اینجا با آمریکا میفرستی با واتساپ. چی با چی میفرستی؟ با امواج رادیو ای دیگه. خب اینا رو ما نمیدونستیم. همونم آقایم که اول کشف کرده بود میگفت یک چیزی کشف کردم ولی اصلا به درد بشریت نمیخوره، در حالی که همین در ماشینی که الان باز میکنی با همین امواج رادیو ای دیگه. بعدن فهمیدن که آقا میشه از چی استفاده کرد. حالا در عالم اجنه و شیاطین، عالم ارواح، اونجا همونایی که تسلط دارن حتی آدمای معمولی که غیر معصوم هم هست گاه وقت راه پیدا می کاری ندارن. این صعود کرد گفتش که با آمدن این آیه که دیگه ما هر چقدر مردم رو وسوسه بکنیم فایده ای نداره، بیاین یک پیشنهاد بدین که با اینی که خدا گفته اگر کسی گناه کرد و توبه کرد من میبخشم، در این حال ما بندگان خدا رو بتونیم جهنمی کنیم. هر کدوم از این شیاطین پیشنهادی داد، ابلیس قبول نکرد، گفت نه، خب توبه میکنه. یکی گفت آقا بی عفتی رو زیاد میگفت، خب توبه میکنه. یکی گفت مال مردم خاری، گفت آقا جبران میکنه، توبه و خلاص. هر چی پیشنهاد کرده، گفت غیبت، گفت میره حلالیت میطلبد، استغفار میکنه، جبران میکنه. یک کسی از بین اینا بلند شد طبق این روایت به نام وسواس الخناس، همون شخصیتی که در سوره ناس از او به خدا پناه میبریم، گفت من بلدم با این آیه حریف شوم. گفت چیه پیشنهادید؟ گفت پیشنهادم اینه که بنی آدم رو بیایم آرزوهای دور و دراز در دلشون وسوسه کنیم، ایجاد کنیم که با این آرزوهای دور و دراز دست به هر جنایتی میزنه. مثلا میگه این خانم خیلی مثلا جوان بوده، خوشگل بوده، خوشتیپ بوده، در دلش میندازیم که برو مثلا با او هر طور شده یک ارتباط برقرار کن. این میشه کار نامشروع. به هر حال همه گناهان همینجور. و انساهم الاستغفار، کاری بکنیم که استغفار رو فراموش کنن. دیگه استغفار نکنن. که اگر استغفار رو، یاد خدا رو بعد از گناه، استغفار و توبه رو شیطان از ما بگیرد و از یاد ما بره، دیگه خودش قسم خورده به ابی و شون لا یفلح، این دیگه رستگار نمیشه. خدا انشاءالله همه ماها رو از وسوسه های شیطان نجات بده و در پناه قرآن از گرفتاری های دنیایی و آخروی حفظ بکنه انشاءالله. الهی آمین. بسیار تشکر استاد عزیز. شاید در گفتگوهایی که حضرت عالی حضور دارید تفاوت اینجا هست که شما با تاکید ویژه برای آیات قرآن کریم استفاده فرصت مناسب استفاده از معارف قرآنی رو برای ما فراهم میکنین. خدا خیرتون بده. ان شاء الله شما رو باز هم در این برنامه زیارت کنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. با شما عزیزان بودیم و بسیار خوشحال هستیم که در این لحظاتی که شما عید سعید فطر درک کردین، برنامه خودتان دنبال کردین، از این حال خوشتان، از این بالاخره فرصتی که به شما دست داد و روزه گرفتید و عید سعید فطر درک کردین، همه گرفتاران و همه مریضدارها را هم از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم.
به امید دیدار یا علی مدد.